این هفته آیا هوش مصنوعی میتونه زیبایی واقعی خلق کنه؟ یک دوربین با چشم از حدقه بیرون زده و آوردن رنگ به جنگ جهانی اول. امروز اومدیم به ساختمون حراج خونه کریستی در لندن که این تابلوی عجیب رو ببینیم. اسم اثر ادموند د بلامیه، ولی اونطوری که به نظر میرسه نیست. از این اثر به این خاطر خوشم میاد که در نگاه اول شبیه یه پورتره است. قابش هم به این تصور کمک میکنه. بعد که میایید جلو برچسبش رو بخونید ببینید چیه؟ متوجه میشید که خالق اثر یه برنامه هوش مصنوعیه. شوکه میشید. این تابلو آخرین نمونه از تصاویر مشابهی که قبلا در کلیک دیدیم. تصویرهایی که با نوعی هوش مصنوعی معروف به شبکه‌های گن یا جنراتیو ادورسریال نتورک که ترجمهش میشه شبکه‌های تقابلی مولد ایجاد شده. اونقدری که من میفهمم کامپیوتر خودش رو به دو بخش تقسیم میکنه. یک بخش بین 5000 تا 15000 پورتره رو نگاه میکنه و یاد میگیره پورتره یعنی چی. بعد یه پورتره میکشه. تصویرهایی که دیده رو با هم دیگه ترکیب نمیکنه، فتوشاپ نمیکنه. از اول یه پورتره میکشه بر مبنای قواعدی که با دیدن پورتره ها یاد گرفته. بعد نیمه دوم کامپیوتر همه اون چند هزار پورتره و اون یکی رو که نیمه دیگه کامپیوتر کشیده نگاه میکنه. اگه تشخیص بده کدوم کار کامپیوتره، اون نیمه اول برمیگرده و یکی دیگه میکشه و باز یکی دیگه میکشه. اونقدر پورتره میکشه تا نیمه دیگه تشخیص نده اون پورتره کار آدمه یا کامپیوتر. اون وقت اون اثر رو چاپ میکنه. قدیما که دانشجویان هنر به اصل آثار تجسمی مثل این مجسمه و تندیس ها دسترسی نداشتند، میومدن به این بخش از موزه ویکتوریان آلبرت و به این کپی های برابر اصل که گچی هستند نگاه میکردند، طرح میزدن، نقاشی میکردن تا دستشون به اصطلاح راه بیفته و گرم بشن و بتونن آثار هنری خودشون رو درست کنند. همون کاری که الان هوش مصنوعی داره انجام میده. این اثر هنری در حراج کریستی 432,000 دلار فروخته شد. این میزان بسیار بالاتر از ارزش برآوردی بود که پیش از حراج بین 7,000 تا 10,000 دلار در نظر گرفته شده بود. سازنده این الگوریتم تصویرساز سه تا همخونه در پاریسند که اسم خودشون رو گذاشتن obvious یا بدیهی. یکی از مهمترین مسائل تو آشپزی مواد اولیه با کیفیته. در مورد کار ما هم که خوروندن داده و الگوریتم، کیفیت داده خیلی مهمه. وقتی نتیجه کار چیزی میشه که باش ارتباط برقرار میکنیم، فرض میکنیم آدمای دیگه هم باش ارتباط برقرار میکنن. ادموند د بلامی یکی از اثرهای متعلق به مجموعی اثر کامپیوتری. یکی دیگهش اینه، لوکونت د بلامی. این را نیکولاس لوگرو لاسر خریده، یک مجموعه دار که تابلوهاش رو در مدرسه برنامه نویسی 42 پاریس نگه می‌داره. در مورد گروه بدیهی چیزی که منو حیرت زده کرد این بود که هم استارتاپن هم هنرمند. نکته خیلی جذاب دیگه که بعداً متوجه شدم این بود که هنرشون ماهیت ویرانگر داره. روحی که بر این مدرسه حاکمه هم همینه. همیشه این بحث وجود داشته که تولیدات کامپیوتر آیا هنر محسوب میشند یا نه. آبیس میگه که تصاویر مهم نیستند، اینا در واقع هنر مفهومی هستند و مفاهیم پشت تصویره که مهمند. در این مورد مفاهیم همون هوش مصنوعی هستند. به نظرم کارهای گروه آبیس رو نباید به آثار هنرمندان شاخص اوایل قرن 20 مقایسه کرد. شاید بهتر باشه با کار کسانی مثل دمیان هرست یا جف کونز مقایسه بشه. ضمن اینکه اصل کار رو مخترع شبکه‌های گن تولید کرده، یعنی ایان گودفلو که از پژوهشگران گوگل برینه. اگه گودفلو رو ترجمه کنید میشه رفیق خوب یا به فرانسه بلامی. بله،
اسم تابلو از همینجا میاد، ادموند دی بلامی. ما همیشه اثر رو چاپ و قاب میکنیم. به نظرم مردم به طور سنتی اینطوری عادت کردن و با یه چیز واقعی و ملموس بهتر ارتباط برقرار میکنن. همونطور که فیسبوک محتوا تولید نمیکنه و اوبر و ایربی‌ان‌بی تاکسی و هتل ندارن، نگارخونه های هنر دیجیتال آینده هم احتمالاً مثل این نمونهی که در پاریس ایجاد شده تابلو نخواهند داشت. میشه گفت این آثار آبویس یکی از معدود استثناءاتی است که اتفاقاً دلیلی بر اثبات این ادعا. چند هفته پیش چند تا دوربین بی آینه فول فریم جدید رو که در فوتوکینا بزرگترین نمایشگاه دوربین جهان در آلمان دیده بودیم بهتون معرفی کردیم. دن سیمونز کمی با جدیدترین محصولات کنون و نیکون و سونی و لومیکس ور رفت. این هفته هم دن چند تا دیگه از محصولات شاخصی نمایشگاه رو معرفی میکنه. خب بخند. لازم نیست تکونش بدید، ولی رسم اینه که بدید. مشتری اصلیش جوان‌ها هستن. در یکی دو سال گذشته فروشمون وحشتناک بالا رفته. فکر میکنم فقط امسال 10 میلیون دوربین لحظه‌ای بفروشیم. خاصیتش اینه که بقیه نمیبینن. یه جورایی دور از دنیای دیجیتاله و جوان‌ها خوششون اومده. میتونی یه لحظه موبایلت رو بذاری کنار و از لحظه لذت ببری. ضمن اینکه اون لحظه رو ثبت هم می‌کنی. عکس طبیعی و قابل لمس یه حس دیگه داره. این عکس چقدر دوام میاره؟ 20 سال راحت میمونه. ظاهراً سلفی هم میشه باش گرفت. میخوای امتحان کنیم؟ بگیریم. یکم بیارش نزدیکتر. بفرما. حاضر؟ یه دوربین 100 مگاپیکسلی هم بود. قرار سال دیگه بیاد بیرون. ازشون پرسیدم آخه 100 مگاپیکسل به چه درد میخوره؟ عکس شفافتره. طیف رنگ‌هاش گسترده‌تره و اگه سیاه‌سفید بگیری دامنه سیاه‌ها و سفیدهای طبیعیش بزرگتره. تفاوتش رو در اندازه A3, A2 و A1 و بالاتر میشه دید توی قاب‌های بزرگ، ولی حتی در اندازه‌های کوچکتر هم جزئیات بیشتره و تصویر شفاف‌تره. این هفته شرکت آمازون نشونی دومی مقرش رو اعلام کرد. البته دومی و سومی که نصفش در شهر نیویورک و نیمه دیگرش در آرلینگتون ویرجینیا. روزنامه نیویورک تایمز فیسبوک رو متهم کرده که برای بی‌اعتبار کردن رقبا و مخالفانش یک شرکت روابط عمومی به کار گماشته. فیسبوک در جواب گفته اطلاعات غلطی در گزارش هست و ضمناً مدتی ارتباطشون رو با این شرکت قطع کردن. ابر کامپیوتر چینی سانوی تای هولایت جایگاه نخست قوی ترین دستگاه دنیا را از دست داد و به مکان سوم سقوط کرد. امسال مقام قوی ترین دستگاه رو سامیت IBM از آن خودش کرده. در شهر بریستول انگلستان دانشمندان آزمایشگاه بازی طراحی کردند تا نزدیک ترین بستگانمون یعنی گوریل ها رو بهتر سرگرم کنند. دوربین ها، حسگرها و ترشه ها رو در یک جعبه تعاملی پنهان کردند تا پژوهشگران بتونن درک عمیق‌تری از نحوه لذت بردن اونها به دست بیارن. این ممکنه به پژوهشگران کمک کنه تا نحوه حل مسائل پیچیده توسط گوریل ها رو بهتر بفهمن. و در آخر این شادترین روز زندگی آکیهیکو کندوه که دست نوعروسش رو گرفته و رفته به خونه بخت. عروس یک ستاره پاپ واقعیت مجازی به نام هاتسونه میکو. در مراسم عروسی که 18,000 دلار خرج برداشته یک عروسک هاتسونه رو نمایندگی کرد. در خونه هم نسخه هولوگرافیک هاتسونه نورانی میشه و به همسر از سر کار برگشتش خوش اومد میگه. به حق چیزایی ندیده و نشنیده. آیا شما اجازه میدید یک ربات روی بدن شما بالا پایین بره؟ پژوهشگران یک اسکین بات یا بات پوستی طراحی کردن که میتونه روی پوست بدن اندازه‌گیری های مختلفی انجام بده. این ربات برخلاف سایر ربات های طبی به هدایت کننده انسانی احتیاج نداره. بات پوستی میتونه به طور خودکار روی پوست حرکت کنه. دو سال پیش بود که به فکر ربات برای بدن افتادیم.
قبل از اون با ساعت مچی، عینک و ناخن کار کرده بودم و می‌خواستم روی فناوری پوشیدنی متفاوتی کار کنم. علاوه بر این، قابلیت اندازه‌گیری مواردی مثل تپش قلب و فعالیت عضلات رو هم داره. اما سوال اینجاست، آیا این ربات میتونه سرطان پوست رو هم تشخیص بده؟ پزشک میتونه سر بدن ببینه، اما نمیتونه یک ربات متوجه تغییرات جزئی وضعیت پوستی شما بشه. شما میتونین از این ربات خیلی راحت روی بدنتان استفاده کنین. میتونین خیلی ساده از بدنتان اسکن سه‌بعدی بگیرین. با استفاده از این ربات کارهای جالب دیگه هم میشه کرد. ایده اینه که ببینیم در آینده نزدیک چه کارهایی را میشه در عرصه پژوهش در این حوزه انجام داد. چرا این زیردریایی شاخک‌های روباتیک داره؟ معمولاً بازوان ربات‌های زیرآبی خیلی سفت و سختند و خیلی هم دقیق و منظم عمل نمی‌کنند و ممکنه به دنیای زیر آب صدمه بزنند. برای همین پژوهشگران یک ربات با بازوهای انعطاف پذیر و نرم طراحی کردند. در 4 سال گذشته گروه ما در حال کار روی چنگک‌های نرم زیرآبی بوده. حیوانات در اعماق دریا اغلب بسیار بسیار ظریفند و ما نمیتونیم اونا رو بیرون بکشیم و به آزمایشگاه منتقل کنیم. به همین دلیل نه فقط قادر به تعریف اونها نیستیم، بلکه نمیتونیم در موردشون تحقیق کنیم. پس با نزدیک شدن به اونا با چیزی شبیه دست میتونیم اونا رو با ظرافت لمس و حس کنیم و با گرفتن نمونه‌های کوچیک در نهایت موفق به تعریف گونه‌های دریایی بشیم بدون اینکه اونها رو جابجا کنیم. این فناوری همونطور که برای زیر آب مفیده، میتونه روی زمین هم کاربردها و استفاده‌های زیادی داشته باشه. ربات‌های نرم هنوز خیلی جدیدن. به همین دلیل هرچند ما بیشتر هدفمون اعماق دریاست، اما به نظر ما هر پیشرفتی که به دست بیاد میتونه به درد هر کسی بخوره، از استفاده های طبی گرفته تا استفاده در فضا و طبیعتا در اعماق دریا. به نظر من این پیشرفت برای همه اینا مفیده. بریم سراغ گوگل. چند وقت پیش گوگل چند تا محصول جدید به بازار داد، بلکه حواسمون از به خطر افتادن احتمال داده هامون پرت بشه. موبایل های پیکسل 3 و پیکسل 3 XL بزرگتر از نمونه های قبلی هستند و نسبت به اونها در تاریکی بهتر عکس میگیرند. به جز این یک دوربین واید به جلوشون برای سلفی اضافه کردن. طبعاً به خاطر این ویژگی‌های اضافی قیمتشون بیشتر شده، 799 و 899 دلار. گوگل علاوه بر این از نمونه جدید بلندگوی هوشمند هم رونمایی کرد. اسمش هوم هابه. روش یک دستیار گوگل و یک نمایشگر 7 اینچی داره که هم گوشتون درگیرشه و هم چشماتون. هوم هاب رقیب آمازون اکوه. قیمتش هم 149 دلاره. چون دوربین نداره نمیتونید باش مکالمه تصویری کنید، ولی دست کم میتونید موقع غذا درست کردن روش یوتیوب تماشا کنید. اگه دلتون میخواد یکی مدام تو خونه تماشاتون کنه، باید برید سراغ پورتال فیسبوک. راستش اینم با توجه به رسوایی اخیر فیسبوک و به خطر افتادن داده‌های مردم خیلی موقع مناسبی به بازار نیومد. البته در پوش داره که بشه روی دوربین رو پوشوند، ولی وقتی بخوای ازش استفاده کنی دوربینش هر جای اتاق که باشی دنبالت میکنه و زوم میکنه که دیده بشی. الکسا هم روش سواره. فیسبوک مسنجر هم داره که بشه باهاش تلفن کرد. و واقعیت افزودم گذاشتن که اگه دلت خواست کله خوک جای سر خودت بذاری. واقعا آدم تحت تاثیر این فناوری ها قرار میگیره. تخمین زده میشه که حدوداً 130 میلیون کودک و نوجوان درگیر اختلالی هستند به نام ADHD یا اختلال کم توجهی بیش فعالی. این اختلال تا بزرگسالی خیلی هاشون ادامه پیدا میکنه. پژوهشگران دانشگاه کینز کالج لندن به دنبال راه حلی هستند برای درمان این اختلال با استفاده از گیم. من سارا ایمت هستم و ADHD دارم. ADHD مخفف عبارت اختلال کم توجهی و بیش فعالیه. منم مثل بیشتر آدما فکرم همیشه با مسائل مختلف مشغوله. شبیه میدونه ترافالگار میمونه. منتها وقتی ADHD داری، سخت میتونی به این فکرها اولویت بدی و روی یکیش تمرکز کنی. معمولا در هر لحظه اون چیزی که بیشتر از همه جذابه میاد جلو. مثلا الان اینه که بپرم بالای اون شیر.
مشکل اینجاست که هر لحظه یه فکر ممکنه بیاد جلو بگه من از همه مهمتر یا جذابترم. اونقدر هیچ فکری به اون یکی راه نمیده تا گره میخوره. دانشمندها مغز آدمهایی که ADHD دارن رو مطالعه کردن و دیدن سمت راست قشر پیش پیشانیشون حالتهای غیرعادی داره. این بخش مغز بخشیه که مسئول توجه و خویشتنداریه. حالا محققا دارن سعی میکنن با کمک فناوری تغییرات عصب شناختی در این ناحیه مغز ایجاد کنن. در واقع امیدوارن با فعال کردن این بخش که در آدمهایی که ADHD دارن کمتر فعاله، تمرکز امثال من رو بهتر کنن. داروهای محرک فعالیت این بخش راست پیش پیشانی رو هم تقویت میکنه. ولی مشکل این داروها اینه که عوارض جانبی داره و این عوارض آدمها رو اذیت میکنه. ضمن اینکه تأثیرات دراز مدت این داروها هم هنوز معلوم نیست. یه مدت خیلی خوب کار میکنه و همه چیز عالیه، ولی بعد مغز خودش رو با دارو تطبیق میده. درسته. در نتیجه اون دارو دیگه اثر نمیکنه. در نتیجه ما دنبال راههای دیگه ایم. یکی از گزینه‌های موجود اپلیکیشن‌های معروف به آموزش مغزه. میشه راحت خرید یا دانلود کرد. ولی تأثیرشون روی ADHD ثابت نشده. اما ممکنه در افق راه حل‌های تازه‌ای باشه. این فقط صدا رو کم میکنه. باشه. خودم داوطلب شدم که روش‌های جدیدشون رو روم آزمایش کنن. کاری که اینجا میکنن روی پلاستیسیتی مغز اثر میذاره. یعنی قابلیت مغز برای اینکه خودش رو تغییر بده و ارتباط‌های جدید برقرار کنه. یکی از نتایج محتمل این کار بهبود تمرکز و خویشتنداریه. برای آزمایش اول رفتم توی یه اسکنر مغز. اسکنر رو طوری تنظیم کردن که فعالیت بخش راست قشر پیش پیشانی رو اندازه بگیره. این اسکنر در واقع یه دستگاه MRIه که یه بازی بهش وصل کردن که توش یه فضانورد میره فضا. وقتی ذهنم روی اون بخش مغز که داره اسکن میشه تمرکز کنه، فضانورد میره بالا. هرچی بیشتر از اون بخش مغز استفاده کنم میره بالاتر. در واقع به نوعی خودم فعالیت مغزم رو تقویت میکنم. برای محرک آماده ای؟ بله. آزمایش بعدی در حقیقت یه تمرینه که مغزم رو تحریک میکنه. ولی این دفعه از دو جهت، یعنی همزمان که بازی میکنم، از بیرون هم به مغزم سیگنال‌های الکتریکی خفیف وارد میشه. سیگنال ها رو این رشته هایی که توی کلاه هم کار میذارن منتقل میکنه. مثل هر آزمایش علمی دیگه باید قبل و بعد این محرک تمرکزم رو میسنجیدیم که بفهمیم در نتیجه اون تمرین چقدر بهتر شده. بنابراین قبل آزمایش یه امتحان ازم گرفتن ببینن تمرکزم در چه سطحیه. حس میکنم مغزم داره سعی میکنه یه الگو پیدا کنه ولی به جایی نمیرسه. آزمایش 6 دقیقه بیشتر نبود ولی انگار یه عمر گذشت. معلوم بود وضع تمرکزم خیلی خرابه. بعد رفتیم سراغ آزمایش اصلی. این دفعه موقع بازی کردن اون سیگنال‌های الکتریکی خفیف به قشر پیش پیشانی وارد می‌شد. بالا، بالا. برو دیگه. ببخشید، آیپدتون رو داغون کردم. بازیش بامزه است. امیدوارم یه فایده هم به حالم داشته باشه. به به، مدالم گرفتم. بعد از اون بازی رفتیم سراغ همون تست اول که ببینیم تمرکزم بهتر شده یا نه. دفعه اول تقریبا 40% خطا داشتی. با محرک خطا رسید به 25%. ضمن اینکه خیلی سریعترم تموم کردی. نکته مهم برای من حسم بود. خیلی کاری ندارم عدد و رقم چی میگه، ولی حس خیلی خوبی به خودم داشتم. خیلی فرق داشت. تأثیر بازخورد عصبی شبیه اون آزمایشی که با اون فضانورد داشتی طبق تحقیقات ما میتونه تا 1 سال باقی بمونه. با این محرک‌ها در واقع داری مغز رو تمرین میدی. مغز تغییر میکنه و اثر این تغییر بیشتر از اثر یک قرص دوام داره، چون قرص منفعله. تا میخوری اثر میکنه و نخوری برمیگردی به حالت قبل. شبیه اون لحظه ای که دروتی وارد دنیای جادوگر اوز شد. عکس های سیاه سفید رنگی میشن. مونتا مارینا آمارال جادوگر نیست. هنرمند یکی از فناوری استفاده میکنه. تا الان این کار رو با حدود 200 عکس کرده. قرار کتابی چاپ کنه به اسم رنگ زمان.
تصویر بعضی لحظه‌های مهم تاریخی رو رنگی کرده. هر کدوم حدود 2 هفته وقتش رو میگیره. فرایند کار شبیه کاریه که نقاش ها میکنن. باید دونه دونه جزئیات عکس رو انتخاب کنم و بعد لایه لایه رنگ بزنم و ترکیب کنم که حس و حال واقعی اون لحظه رو بسازم. هدف پروژه اینی که ما رو به کمک رنگ به گذشته نزدیک تر کنه که بهتر با آدم ها و احساساتی که در عکس ثبت شده ارتباط برقرار کنیم. ولی اینکه مارینا میتونه این کار رو با این دقت بکنه به خاطر فناوری های جدیده. به نظرم اینکه فتوشاپ داریم و تبلت داریم کارو خیلی شدنی تر میکنه، به خاطر اینکه این فرایند به عنوان مثال با رنگی کردن فیلم ها خیلی فرق میکنه. اما توی فیلم هر ثانیه 24 عکسه. رنگی کردنش به مراتب بیشتر از این وقت میگیره، یا بهتر بگیم میگرفت. یکی از مستندایی که این چند وقت خیلی سر و صدا کرد بازسازی تصاویر باقی مونده از جنگ جهانی اول بود که توسط کارگردان برنده اسکار سر پیتر جکسون درست شده بود. مارک چسلاک سری زده به موزه سلطنتی جنگ تا ببینه که چطور این تصاویر رو به این خوبی بازسازی کردن. سر پیتر جکسون که اسکار هم برده مستندی در مورد جنگ جهانی اول ساخته به اسم آنها پیر نمی شوند. توی مستند از صدای سربازهای استفاده کرده که در دهه های 60 و 70 میلادی روایتشون رو از دوران جنگ بازگو کرده. صدای این روایت ها رو روی تصاویری از دوران جنگ گذاشتن. تصویرهایی که جکسون و تیمش در شرکت وینگنات نیوزیلند با زحمت فراوون رنگی و سبودی کردن. بعضی جاها صداهایی هم اضافه شده، ولی تمام فیلم بر مبنای خاطرات سرباز هاست از زبون خودشون. روایت سرباز ها خیلی زنده و خلاقانه است. اول از حس میهن پرستی و داوطلب شدنشون برای جنگ میگن، بعد میرسیم به واقعیت خشن و وحشتناک جنگ و زندگی در سنگر. بعضی ها انقدر عادی این داستان ها رو میگن که آدم حیرت میکنه. You live like tramps. You didn't polish any buttons. You wore any uniform bits that you liked, and nobody worried. All they were concerned with was that you were fit to fight. پیتر جکسون حدود 600 ساعت صدا و 100 ساعت فیلم آرشیو موزه جنگ رو کاویده که از توش این فیلم رو در بیاره. کار گرافیکی هم به طبیعی تر شدن فیلم و نرم کردن حرکات خیلی کمک کرده. طرحی که به من پیشنهاد کردن در ظاهر خیلی ساده و سرراست بود. گفتن هر کاری میخوای بکن، فقط میخوایم از آرشیو ما یه جوری که تا حالا استفاده نشده استفاده کنی. اول گفتم یه سری نمونه از چیزهایی که داشتن رو با کیفیت بالا اسکن کنن برام بفرستن نیوزلند، مثلا 3-4 دقیقه. اونجا یه واحد بزرگ جلوه های تصویری داریم. میخواستم ببینم اگر فیلم ها رو بازسازی کنیم کیفیتش چجوری میشه، و نتیجه دیوانم کرد. خیلی بهتر از اونی بود که فکر میکردم. البته یه مدت طول کشید تا شیوه درستش رو پیدا کنیم، چون کسی تا حالا به این شکل و در این سطح که ما بازسازی کردیم نکرده بود. تنها دلیلی که میخواستم فیلم رنگی باشه این بود که این آدم‌ها جنگ رو رنگی دیده بودن. ما که به جنگ جهانی اول فکر میکنیم خود به خود سیاه و سفید میبینیمش، ولی برای اونها سیاه سفید نبود، یعنی سیاه سفید نمیدیدن. پس چرا ما باید سیاه سفید نشونش بدیم؟ با خودم گفتم بذار رنگیش کنیم، و بعد اونقدر کیفیت کار خوب بود، بازسازی هم همینطور، که گفتیم این باید بهترین کار رنگی کردن باشه که تا حالا انجام شده. نکته که من در مورد رنگی کردن فهمیدم اینه که هرچی بیشتر وقت بذاری بهتر میشه، و از اینجا خود به خود میرسی به قدم بعدی، یعنی وقتی تصویرها رو بازسازی میکنی موضوع فیلم میشه اون آدمها، میشه انسان، چهره این سربازها، و در نهایت ظرافت‌های یک داستان انسانی مثل یک قطار باری میاد میکوبه بهت. قرار اونها پیر نمیشند از تلویزیون بی بی سی پخش بشه، در جشنواره فیلم لندن هم اکران شد. و البته تنها فیلم جشنواره نبود که به گذشته میپرداخت. مؤسسه فیلم بریتانیا مدتی داره فیلم‌های 120 ساله عهد ویکتوریا رو دیجیتالی بازسازی میکنه. نکته بسیار جالب اینه که این فیلم‌ها رو روی فیلم 68 میلیمتری گرفتن، یعنی تقریبا 2 برابر فیلم مرسوم 35 میلیمتری. بازسازی این فیلم‌ها واقعا لذت بخشه، به خاطر اینکه تصویر بزرگ و پر از جزئیات.
تنها مشکل کار اینه که این فیلم‌ها خیلی فرسوده و آسیب پذیره. باید خیلی با احتیاط بازش کنی وگرنه ممکن از بین بره. هر فیلم حدود 1 دقیقه است. مثلا مثل این که از ضیافت سلطنتی در کلارنس هاوس گرفته شده. ولی با وجود اینکه هر فیلم خیلی کوتاهه، چون فیلم اصلی بزرگ بوده، میشه روی پرده بزرگ انداختش. توی جشنواره روی پرده آی مکس پخشش کردن که تماشاچی‌ها گذشته رو روی یکی از بزرگترین پرده‌های دنیا ببینن. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما میتونید ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی میتونید تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.